سلام بیننده های برنامه استودیوی 19. امیدوار هستم که جور و تقضه و تیار باشید. میمان ای هفته ما حمیده جان عبدالله است. هنرمند بزرگ و نامدار تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون افغانستان. حمیده جان عبدالله که او را ما به نام شیرینگل پرستوز میشناسیم، همی لحظه در خانه خود چشته و یک چای سبز ایلدار نوش جان میکنه، در سویدن زندگی میکنه. بریم که چی گفتایی داره حمیده جان. جان سلام، مارینجان یوسفی، رئیس سابق ما. خواهش میکنم حمیده جان. چطور هستم؟ زیری ما مر وقت قید میکنی خوخیر است. چطور هستم؟ با خدا که یک روز اگازگی تو نقید کده باشد. ای یوسفی صاحب، خو خیره تیر شد، ما چیز نمیگم تانا. حال مسافر هستین با خاطر هستیم. اگه دمیشار ما میبودیم، من انتقام خاطر میگرفتم. یوسفی صاحب چطور هستین؟ خوب، زنده. ما چطور هست؟ بچرک نازنینتان چطور هست؟ میلاد، حال نام خدا کمان شده بگرد. آه میلاد جان، قند نازنین. و آمنه جان چطور است؟ آمنه خوب و اما جور تیار و تحال کلیگه ما نفس میکشم. شکر از آرا بار، شکر همی که جور و صحت باشین. میشم میشنوم، زیاد دوام میکنم و خوشم میشم. شما را سالها خداوند تعالی صحتمند و جور و سلامت داشته باشه. و از اینکه شما یک دوره طلایی را تیر کردیم. آه دوره خوش بود، بسیار زیاد که خاطراتش هیچ وقت از یاد ما نمیاد. بله بله. حمیده جان، همی که ما اعلان در فیسبوک ماندم و نوشته کردم که حمیده جان عبدالله میمان یه هفته است، واقعا تعداد زیادی از دوستداران شما به اندازه خوش شدن و کسایی که شما را هم ندیده بودن نام شما را شنیده بودن، پیام هایی روان کردن، سوال هایی کردن که من خودم هم زیاد خوش شدم که هنوزم مردم شما را دوست داره و همه ما شما را میشناسن. حمیده جان، خب بیشتر گفتم که در سویدن زندگی میکنین. یک شروع میکنیم از گذشته های گذشته. در دوران مکتب چی میکردین؟ آیا همونطور اکت و هنرپیشگی را خوش داشتین؟ یکان دفعه در مکتب در نمایشنامه بازی میکردین یا اینکه بسیار آرام و خاموش؟ ایسوفی صاحب، متاسفانه بگویم، خوشبختانه بگویم که دوران مکتب ما همی صرف چهار مکتب بودم. در مکتب عقلی شمس ما که از فرزند قطغن آمدیم، از قطغن زمین، از خندوس، ما میراث در موج آمدیم. یک مامای معلم بود در مکتب عقلی شمس، ما شاگردی از امو شدیم. ولی او نمود که در رادیو تلویزیون ساعت ما تیر بود، مردم های بسیار فامیده و مردم هایی بودن که کلگی اهل دانش و کلتور و فرهنگ و همه چیز بود. و نمود در اون مکتب ما یک سرمعلم داشتیم و 24 ساعت نمی دریه در دستش بود، در موبایل میشیشت، همی کل شاگردان رو در دور خود جمع میکرد. نامش شیرین جان بود و بسیار خانم مستانه و بسیار زن فامیده بود و فرزند تمام معلمان بسیار زیاد راضی و خوش بود، همچنان شاگردا. و او خودش همی پرچگک های تمثیلی و اینا جور میکرد و باز اونم مامای بیچاره کمک میکرد امرایش و یگان پارچه میدادن بر من. در اون وقت در مکتب فرزند شاگردا بود، برای بچه و دخترها یک جای بودن. باز کار میکردیم در اوجه ساعت کلگیام تیر و
اگر درس هم میخوندیم یکان سات ما او رقمی تیر میشد. بسیار جد خوشایند بود. از شما... یعنی شما اولین بار در مکتب که بودین روی استیج آمدین یا یکی دستن نمایش نامه می ساختین همون تر بود؟ خب البته می ساختیم، باز بیرون پروگرام می گرفتن که فرزن استیج ساخته بودن و نمایش در مبین سن مکتب گرفته می شد. خب بگید یعنی در خانه شما را کی تشویق میکرد؟ در خانه هیچ کس تشویق نمیکرد. پدرم اینطور دوام میزد و خوی بود که هیچ اندازه نداره و همچنان برادرهای میدهیم. یکانه علاقه مندی که داشتم خودم داشتم که در اون وقتا زیاد میگفتم که من باید است که تئاتر هر وقتی که باشه که من کلان شدم فرزند جوان شدم چی شدم تئاتر میروم. اونمو بود که باز ما با کمک مادر انگامه خواه بله آه با کمک از او که او خورفندین بود باز او مرا برد تیاتر. در کدام تیاتر هست؟ امی تیاتر کابل نداریم. خب کابل نداریم. بله آه در اون وقت عبیب جان عسکر بود و فرزن مجد جان سرور بود و هنرمندان نام خدا. من یکان دفعه که حال فکر میکنم او زمان تا این زمان که حال در کابل است بسیار زمین آسمان. ما تقریبا 100-150 نفر خانم داشتیم، خانمای هنرمند داشتیم، هنرپیشه داشتیم که کار میکردن. همگی دراما بود. فرزن یک درام ما که یاد میاید تقریبا 6 ماه میچلید 5 ماه میچلید روی ستیج. قدر روی ستیج تماشات چی داشتیم. فرزن در اون وقت فرزن زایر خان و امرای خانمش اولاداش اینایش میامدن در صفحه اول چی میشیشتن تیاتر میشیشتن و همی دراما را میدیدن و اینا را و یک حالی که یاد میای خودم ایران میموندم که فرزن در اون وقت تو بیبی تو که حال را بیبی که تیاتر را خراب کردن، توتا توتا کردن، در دادن، آتش زدن، استقانش هم نماندن و دموکراتی هم نامش هم ماندن که دموکراسی است. ناراست بگید. حمیده جان، از دایرکترا و هنرمندایی که در اون زمان کار میکردن، با طبعاً گفتین تعدادشان زیاد بود، از معروفترین آنها یاد کنید که کیا بودن که نمایشنامه نوشته میکردن، کیا بودن که دایرکت میکردن و از هنرمندای نامدار وقت یاد کنید. دایرکتر ها خو بسیسای بود، جلیا بود و دکتر فرهان بود و آمد شا بود، آمد شا جان علم، علم اونا بودن و دکتر فرانه گفتم نه که اونا بودن. ولی از خانما که هنرمند بودن عبیب جان عسکر بود، میمونه جان غزال بود و یکی داد زیاد هنرمند ها بود زیاد دیگه. هر طرف آواره شدن و هر طرف رفتن بجز اینمی من ماندم و خلاص تو هم زیر نظر کس نمیامد. تا جایی که من حمیدویان شما را از سالهای سال میشناسم و با هم یک جای کار میکردیم در رادیو و تلویزیون، شما در زندگی عادی یک انسان بالکل دیگه قسم است، آرام، معجوب و بسیار گپ کم میزنین. یک وقتی که شما در روی استیج میرین شما با کلی تغییر میکنین. ای چطور از در خانه ما میترستین؟ من خود در بیرون همیشه سالا شما را دیدیم یک انسان دیگه است. ای صوفی صاحب من نمیفهمم که من چی میشه در استیج که میرم. جن میگیره؟ آه والا جن میگیره نمیفهمم. براسی که یک شخصیتی بخیر دیگه میشم.
ولی ما شخصیت عادی ما با مردم با دوستایم و با بسیار زمین آسمان فرق میکنم. من خودم ایران میمونم. باز وقت کامرانم که پارتنرم از همراه ما که یک جای میشه میگه تو چی بلاستی؟ تو زن دیوانستی؟ تو چیستی؟ یک جای گفتی اگران تو امی کشوگیری که میکنم یک جای پیچی میشم فردا تمثیل میکنم او بسیار زیاد راستی عصبانیم هم خنده میگیریش باز وقت که چرا ایتر چی میکنم او کتمه یک رقم خوش نیست بد است کتمه جور نیست بل بگویم که همیشه گپ زشت میزنم من برش گپ زشت میزنم بله بخاطر که میگه تو چرا مرا این رقم گفتی چرا مرا چرا من رو سیامار گفتی؟ چرا من چی گفتی؟ من گفتم خب یه ددانم یک چیز تو از من خفه نباش در حالی که کامران بسیار خوب آدم است بسیار چی هست؟ انسان خراب و بد اخلاق چی نیست؟ میخوام طبعا اگر میشنوه مرا ببخشه نه شما را همه میبخشه و زیادتر میبخشه امیره جان در تئاتر شما اول رفتین در تلویزیون رفتین و باستانی در تلویزیون خواستان آمد شما اولین جایی که رفتین روی استیج در کارهای فلان کجا رفتین در سینما اول رفتین یا در تئاتر نه با تئاتر رفتم امی درامی که او پدرم نیست رول عطیه رو برما داده بودن اما رول دختر تئاتر بر ما داده بودن خب اولین بار در تئاتر رفتیم بله در تئاتر رفته بودم بیسه صاحب در اون وقت دایرکت میکرد و چی میکرد و پسانا دیگه آمدم او وقت رادیو بالمقده بود نه ایسفی صاحب بله بله فریده جان انوری بود یاده کشی بخیر بسیار دوستش دارم بله او وقت فریده جان بود آمدم گفتم که ما آمدیم میخواییم که بعد از وقت کار کنم او وقت 400 روپه ماهاش ما بود دیگه ماهانه بله ماهانه 400 باز بعد از وقت میامدیم باز فریده جان بیچارگه کرد من قرارداد کرد گفت من اول پرسان میکنم بود که قرارداد میکنم پرسان کنیم برازی که یک فیلم بود امی فیلم رابی بلخی شادان صاحب و سیما جان هم در موجه بودن و ما هم رول داشتم بود بخیل ما از شادان صاحب پرسان کرده بودن که امی در اینجا مده چرا کن بازو برش گفته بود دیگر کلم و چیگو نگیره گفته بود باز دیگر روز که رفتم هم خودشم و ورقم امضا کرده بود و بعد استداد گفت تبریک باشه تو اینجا مقرر شدی او وقت صادق صاحب بود صادق باز آمدیم در دراما و داستانهای دنبالدار اگر یادتان باشه بله باز در اوجه کار میکردیم کورنای جوان بود سوکی باز کورنای جوان باز رولش میخواندیم دیگه او وقت اینمخ کارا داشتیم باز پس آنها یکان پارشه یک تمثیلی کار میکدیم که می رامدیم در ستیج فرزن زینب ننداری و فرزن اینی باز جایا برای نمایش می رفتیم از در نمایشنامه تلویزیونی یا در تئاتر تلویزیونی هم شما نقش داشتین زیاد بله همی زیاد نقش داشتیم یک پارچه ما رنمای معاملات بود نه که به مو به شهرت رسیدم بله بسیار جالب بله بسیار پارچه خوبم بود راستی بسیار خودم نمیدم چیزی ولی از نگاه مردم شما یعنی کمک درخشیدم بسیار مقبول بود یک قسمت از مو پارچه رنمای معاملات امی لازم میبینیم امی لجان اجازه است؟ بفرمایید تشکر میبینیم این یک امضا دک میکنم باز از باز میخونم اول بخون باز امضا کن شیرین دلت بمونه چرا این دفعه منه کشتم میکنی عزیزم گفتمت
تی کلان گپ نیست مره بوان کمیره آنه باز شروع کدی چی؟ من شروع کدی؟ خیر نه من شروع کدی؟ زمین بگو من شروع کدی؟ آره بلا آره خود چندان گپ نیست میموری باره اینی گرشی رو کدیم باشه نکدیم بیشه خلا بیشه نه من اول شروع کدیم یا تو یادت نست؟ حالا شروع کردی یا نکدی خود چوب بشی دیگه احسان داره خرام نکن یادت رفت چی؟ امشیره تو باره میگی احسان تو احسان داری؟ امشیره تو احسان داری؟ آبروی من مریضان حسن آه آبرو تو آبرو داری؟ ها؟ تو آبرو داری؟ امشیره به خنده و به جور برات میگم هاره منه بر که خدا او راستی چک میکنه به تا یادت رفت که در تندور تایی کنه بودم برسوز کنه بودم آله ها؟ چی را گفتی؟ یادت رفت خیره همشیر روزن فرپتو خیره یک دفعه در چای خیرخانه ما انداختمش بابایم گفت بکشیش اگه نمیگم وقت جایی به جایش نبود روزن باز خودم رسپان انداختم کشیدمش بابا خب گفتم که نشته کده که برادر که این صدر پر داده شده خود داده می صدر پر چی؟ من نگفتم قبل بخون بازم زاکو آره خوشه صدر پر از من رفته یه از تو رفته اوب جگر خواهر، آن جگر ماه، راستی آمد من اول نگفتم که بخون بازم زاکو فرو صدر پام داده متا رفتی یک دونه ایسکریم خوردی حیره. یک دونه رو انبرگه بغمی روی دلت کدی آره صدر پیدگان به این میسی آله خیر است قیمت سنگ صدر ببرد می توم بمان که خدا و راستی می کشم نه تو برمی کشی تو برمی کشی بس رو می کشم نه کو خواهد می کشم بس رو این پارچه تان از پارچه‌های درجه یک است واقعا یعنی تمام پارچه‌هایتان خوب است و این پارچه قصه کنین در حالت ثبت کردن یک پارچه چه احساس داشتین و خیلی از خود رفته بودین دیگه والا به خاطر که او نه تنها ما کامران پرسوز کردم که خودم پرسوز کردم بخاطر از این که این نام کمایی کردم دیگه بعد از امور خلاص به نام پرسوس میاد می شدم بعد از او دیگه در کوچه و بازار و در هر محفلی که شما می رفتین مردم دیگه شما رو می دید و امضا می گرفت و عکس می گرفت خاطرات هم دارین از او روزایی که در روی سرک یا در کوچه ها و در جاده ها شما طرف کار می رفتین مردم زیاد تشویق میکردن بکنین از این قصه های کن والا ایسفی صاحب دیگه برتون چی بگویم سر و سر کلگیش برتون بگویم قصه است و داستان است و غال مقال ماست بیرون که مبر آمدم اول اشتکا از امیدان رادیو و تلویزیون باور کنین که اینا مرا بدرقم میکردن بازار میرفتم خب ما غریب مردم هم و پیاز و کچالو هم سودای خود هم می رفتیم از مندهی می خریدیم در پشت جوالی می دادیم بیچاره جوالی ما پیش و جوالی می آمد میده میده اونم اونجا کمی نظر یک بچگک یا وشتک یا کس افتیده بود می گفت فون شیرینگل پرسوز خلاص دیگه کلی روزا شایگرس بود و ما خرده جوال واره پیش و این بده 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 از پشت سرم بود هرچی که می آمدم در گوششان بزور می گفتم نگوشید این گل پرسوز هرچی که بگوی اوی خاله ما تر شناخته یا قصه چه هم داشتین حمیده جان که در برای سب کنم جایی رفته بودین در موتر تلویزیون خراب کرده بودیم دریور آمد به شما که چه کنیم امرای این خانم دیگه قصه رو شما کنین باز من واقعش هم میگم راست میگین ما خدا ببخشه حیدری را او یک نمایش نامه داشت ما در این طرف دیدانا بود دیگه موسو رفتیم دیگه دیدانا دو طرفش دوکاناست و اشتوکاست و مردم از خاناست و ایناست و چیز
ما رفتیم آخر دیدانه یک اولیت بود، یک خانه بود، درخت ها بود، اونم اونجا نمایشنامه در اونجا ثبت میکردن. در اونم اونجا وقتی که نمایشنامه خلاص شد، ای کلمی تمام کوچه پر شده بود از زنا، سربام و اشتکا و اینا و کل اگه این دکاندارا دکان خدا ایلا کرده بودن. شنگل پرسوز آمده آمده بودن به قطاری سرک استاد بودن. چی بر آمد گفت ولی از خدا برای امیده دیگه. من بودم استورهی بود، استورهی انگل بود. گفت بر امیده یک رقم کنین که اگنی توتا توتا میشه در اینجا چادری پیدا کنین که ایره نبینن مردم در این چادری برای در اونجا. یک چادری بر ما آوردن دیگه، مردم بسته است دیگه، نمیمونه مردم، مردم منتظر است، منتظر شنگل پرسوز است که برای ببینیشه. خب در موجه بود که اینا چادری کردم، راستی از پیش از این مردم بر آمدم، موتر تلویزیون استاد بود، من گفت زود چی کن در موتر داخل موتر برو. خب استورای بیچاره رو قدر غرص نداشتن، اینا کل دیگه منتظر شیرینگل بودن، پرسوس، او هم پرسوس، 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 تمام در گرفتیم، فراموش مردم شده، به نام امیده که بکشی و کس را نمیخواست. بله، گریان میکردم، میگفتم در تایتل کلان نوشته میشه، او بلیاد پیش شما میامدم، میگفتم کلان نوشته میشه، نامم بلیاد خدا، نام ما امیده است، شیرینگل پرسوس نیست، کی را بگوییم؟ خب بود که اون چادری را که برامت دادن، مدامی روی خودم پت کردم دیگه، کپ کپ با می کت چادری، وقت آمدن کل لگی بده و بده در موتر بالا شدیم. این منتظر شیرینگل پرسوز بودن، این اشتکا که البته مبرایه، حالا دیگه از دکاندارا بود و اینا بود، کل لگی که مبرایه از اینجا که میبینن مرا. خب من ایره مرا ندیدن، من کت چادری دیم موتر بالا شدم، که بالا شدم اینا هر چی دیدن که دولی دیگه کسی نمون، دولی رو بسته کردن، بسته کردن. میگفت چی شد چیرینگل، چی شد چیرینگل، چی شد. یکم یک نفر صدا کرد که چیرینگل کرد چادری بود رفت در مبین موتر شد. حالی چطوری عمله میکنن اوی سپیسای دستاری موتر، کت سنگ میزنن، کت قلق میزنن، موتروان میزنن که چیرینگل بر ما نشان یکی با موتروان خواهر شد گفت بخی بابا دکه ایده نبیاریم چی حالا موتر شیشه از چکستان دک زخمی سا فینال ما چی جواب بتم زنکر دیگه در اینجا نیاریم. ما افتم با استاد ما گناه ما نیست که گناه گناه ما باشه. اونو دیدی که ما چادری هم کدم بر آمدم، کتی چادری بر آمدم، خب مردم ما اینه می رقم چی هست. خب دیگه موجه موتر دستی همی کلگی کسایی که فرزن از تلویزیون بود شیشتن در موبین موتر، گفت موتر کش دادن همی درسته دیگه، مردم هم تو کفتی و ارمانی که ما چرا ندیدیم. خب سر موتروان ما شیرینگل از دیدنش آمده بودیم. خب ما رفتیم همونجا پیش میترسیدم اومد مردم ایسی فیسایی نیتر یک رقم چی بودن. خب بیچارا گناه از اونام نبود و ما همچنان گناه من نبود، بخاطر از اینکه میترسیدم، میگفتم که شرایطم خراب بود، در شما معلوم است دیگه. اینه طور مردم عزیز ما مرا دوست داشت، تا نمیال دوست داره قربان مردم میشه و میسیفی صاحب که نمیال میبینی که با خدا من تا که میروشن میکنم، ما یقدر در چی هم نمیفهمم در می فیسبوک و دیگه و دیگه که میروشن میکنم که برای میای پیام که میای که میای نوشته میکنن نمیکنن زیاد میفهم که مردم چقدر مرا دوست داره و چقدر مرا قدر مدارن. خداوند مردم جور داشته باشه، سلامت داشته باشه، زنده داشته باشه، قربان مردم فامیده، قربان مردم با کلتور و با فرهنگ. امید جان، یک سریالی که گفتم در تلویزیون بود تقریبا 10 یا 12 قسمت بود، دوام کار کرده بودین و همی از طرف یونسکو یا چیز بود که پیام‌های جا داده شده بود، پیام‌های صحی و در اوجه کار میکردین امروی آجی کامراد، در اوجه نامتان با شیرینگل بود و شدین؟ آه بله، خون از امو در امو چی بود که این نام چی را باز شیرین مره دختر خودم خود در بلا دارم مره دختر شیرینگل پرسوس میگن خلاص بازمی چی در او سریال هم گرفتن. سریال او آرس بود نه که شما خود بله. نوشته میکردین هر قسمتی شد
شما بودین و نجیب ساکه. نجیب ساکه بود و ایجان همرزه بود. بله. اونم بودن همگی که نوشته میکردن نوره. خب مقصد ما و کامران دیگه یک چی بر ما ساخته بودن، یک اتاق ساخته بودن، یک سالون و یک چی؟ اونم مو 26 قسمت بود. بله خب 26 قسمت هم ما در یک ما کار کردیم در یک ما. بسیار خوب بود، بسیار هم جالب بود، هم خنددار و هم پیام داشت. هم پیام داشت، هم پیام او آرس اکاله که میگن او قسم سریال چی کده بودن. بسیار خوب بود، بله. یا این حدود میگفت بعد از اینکه جمله ما ختم میشد او میگفت که حتما یک اشتوک یک چیز مریض میشد، باز او رو میگفتن او پیامه که یک دفعه اوما میگفت، یک دفعه مادرش میگفت، یک دفعه چی میگفت حکیم اطرافی خدا ببخشیشه او پیام میگفت، یک دفعه من میگفتم. مقصد به خاطر که از او استفاده کنن شیر مادر خدا بتن و چه قسم به چیا ما چی میکنیم واکسین کنن، واکسین مثلا مرقه و ملاریا. بله. یک قسمت از امو سریال اجازه است که ببینید. بفرمایید نیز قسمت ها میبینیم. بله بله. تصمیم گرفتم که خودم بکشم از خاطر جولی و از خاطر جانانی کار نکنم. صدقه کلان آقایم شام، قربانه که قد کلوله لان آقایم شام، اگلان آقایم بفرمه که من خود پیشی میکنم همون ساد جایی و جای خاطر ساد در این خاطر چه کنم؟ ما باید خودکشی کنم. نمیشه دیگه. تا که ام ای روزه بکشم این جان گوره گپای کم زیاد شه بکشم. نمیشه دیگه. آره ما چی کردیم؟ کدوم وقت ما با گپتو نکردیم؟ کدوم کار شده؟ چی شده؟ بازم تو یکان شکر رنگی کنه من این زن شوهر میشه. عروس فلوت بازی، عروس فلوت بازی، عروس فلوت. آره من چی کردم بودم؟ چی بودم؟ هر کس تلفن کردن عروس گوی اکسی از این از جیبت بیافون، گوی اکسی از دختر از جیبت میافون، گوی خطای رقم رقم. یعنی چی شده بود؟ من خواه دیده بودم. خواه چی دیده بودی؟ خواه دیده بودم که من میمورم تو زن میکنیم. من گفتم کی دیگه تو بودم؟ من چشم خود زن تو رو ببینم باید من خود بکشم. یعنی؟ من این دیدار طاقت ندارم که من زن تو رو ببینم. خیر، یعنی در خواه که دیده کی بوده بود دختر؟ در خواه اونو کی بوده؟ خودت خوب میبونم اونو فوزی هم. فوزی؟ یعنی تو خوب محفل ساز آرسی گفتان بود یعنی؟ محفل ساز آرسی مطمئن تیر کردی؟ سازش که بوده؟ سازش سایی بود. ای عزیزه به یک خلط همه قدر تشکستانی. ای جان من ما زن نمی کنم. ما یک دفعه که تو ازدواج کردیم این سر دیگه برای هفت پوشه و بس هست دیگه. ای جان من معلوم میکنم که تو از روی دل میگه یا ایست که از روی میگه. از روی دل هم نکنه نکنه از روی دل میگه هم نکنه دیگه تو هم نکنه هم نکنه ای جان من این حال علمت خوشگوی شو قرار بود خانه دالاغا که برای من گفته بود که چاشم اون یک ماشه که قمی کنیم اون ماشه که می کنیم بازه آدم تو زود کار نمیشه بس کنشده که برو مخلوم می بوش که ایجه بیه این سریال بسیار خوب سریال است و حتی امیال هم مردم اگر در تیو یوتیوب باشه اگر ببینن بسیار برای کسایی که در افغانستان هستن و در خارج افغانستان بسیار فایده میکنه از لحاظ از اینکه برن خود تداوی کنن یا واکسن کنن. خب به هر صورت امیر جان با کدام هنرپیشه ها شما زیاد نقش بازی کردید؟ اکثر وقت کامران بوده دیگه پارتر نمی سریال دیگه هم که جور شد در مسکو همراه کامران بودم نه؟ بله. هم در سریال افغانستان و هم در سریال ماجرت شیراغا و شیرینگل هم رکنم. آفرین بله آم ماجرت شیراغا و شیرینگل. بله آم. در مورد امی سریال که در ماسکو شما ثبت کرده بگوین که چطور شد با هم یک جای شدین و در کجا ثبت می کردین و چقدر وقتی قسمت اول دومش ثبت کردین؟ ایسفیس های سریال که ما ثبت کردیم ما از چی آمدیم؟ نه از کابل آمدیم، از افغانستان. بله بله. اوجه که آمدیم راستی اونم زمانی بود که طالبا آمده بودن، جنگ بود
و بسیار زیاد کشتن و کشگی رو چی بود. خب هر کس میخواست که سر خودم از افغانستان از کابل بکشه از هر جایی که هست. خب ما رسیدیم که یک تیداد کوچ و بار و دگه و دگه طرف مسکو آمدیم. کسایی که خب بایده بود که ایز با ایز بازی بود یک تیداد طرف مسکو آمد یک تیداد طرف پاکستان رفتن. از رای پاکستان رفتن طرف امریکا و کجا کجا و از رای مسکو آمدن این طرف ها رسیدن طرف های سویدن و ایجا. در اونموجا یکی از چیا آمدشای نطاق بود نه؟ این یه در آمد بله 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 میشناسین نه؟ ما چطونه حال در دبی است؟ اونا یک ما دیگه نمیفهم از دکان داشتن نمیفهم کدام بزنس داشتن در چی؟ مطلب؟ بله آم باز اونا کلگی را جمع کردن گفتن که ما اینطور یک چی میسازیم در چی؟ وضع اقتصاد کلگی هم به اندازه آخر خراب و پریشان جنگ زده کلگی باز اونا گفته پروا ندارن مرا کامرانا همراه دختر باهان آقای عبادی بله عبادی صاحب خدا بخشه عبادی صاحب اینا امی سریال ماجرت ساختن ساختن که روزگار بدی داشتیم و در اوجه کسی لسان یاد نداشت کسی گفته اگان تا خانه نداشت کسی نان نداشت و بسیار مشکل روزگار خدا تیر میکدن در اوجه فرزند خانه هم کل به دلار بود و چی بود خواه بله خب ما مقصد یک آمدیم یک دو شب دو روز در وگزال ماندیم ایزفی صاحب بسیار ما نه لسانه می فهمیدیم یک خنک هم بود که برف از بجلک پای بالا تا زانو را برف بود که ما رسیدیم حال یک کس پیدا نمیشه که ما را کمک کنه که لسانه می فهمه که یک اتاق بر ما یک جای بگیره یا یک خانه بگیره خود ما نمی فهمیم لسانه ایران ماندیم که مشتکاک ما چی کنیم خب بسیار مشکلات دیدیم خب از امو شور و یک دوستش بود رفیقش بالاخره بر از او تلفون رو پیدا کرد برادر ما اینجا ماندیم دو شب دو روز شد خونه کن به حد زیاد است و برف هم هست ما را از این وگزال بکشیم که ما براییم خب بازم بیچاره یک خونه بر ما گرفت یک جای یک اتاق در لیلیه گرفت ما می کل جلو پوستک و اینا را کل اگیر که توشتکا بردیم اموجا انداختیم او یک کس هم نیست که یک دو کلمه لسانه بفهمه ایچ وشتکا چی کدم که مادر ما نه نان خورده نه ایچی اقلا نگذره مسکه خود یار گرفته که ما می چای خوده بخوریم خب ما دیگه کلان کنیدم گفتم بیا ما مسکه زیستی بردان میاریم اونجا رفتم گفتم بازار بفیجه ندار در میدانای وگزار اینجا زنک های چی میشتن با وشتکا میشیشتن خب هرچی پیش خود میماندن ما یک کلچه مسکه واری یک چیزی بود دستان زدم که نرم بود ما افتم با خدای نمی کلچه مسکه است امور گرفتم خریدم آوردم گفتم اینه بچه این برطان نتر یک کلچه مسکه آوردیم که تا 3-4 هفته ای خلاص نشه خب اینا گرفتن خوشان شدن اینا ورق کردن دیدن که رنگ مسکه ایتر یک رقم شکلی رقم از دو مادر چه رقم مسکه است رنگ از این چیست که شکلی است که مفتم بچیم خوی اینا تنها چی نمیتونن روغن شاید زیاد باشه چیست اینا که میخورن که چیست خمیر ترش اینا پس کلگی از یک سر خوی یک دوست دیگه ما افغان بود نو دم سر چای صبح آمد ما گفتم که تو بیبی تو اینا ما مسکا آوردیم اینا میگن که نمیخور خمیرتر من خوردم راستی خمیرترش گفت آه همین تا جانی خمیرترش هست این آوردی خب ما روزگار به لسانی را دیگه زیاد تیر کردیم ماندیم اونجا تقریبا 3 سال ماندیم بازم این سریال اینا چی کدن که میسازیم خدا یار جان داود تجارت آمدشاه جان هم که به اندازه
آخر سخت که مارم در کده نتونست که ای بچی روزگار است، ای بچی روزگار است. ایجه که آمدن خو کار میکنن در این سریال خو بخاطر از این که زندگی پیش بره یا یک چیز بر از اینا یک کمکی یک چیز کنم، ولی این نشد. این کمک هم نشد. باور کنین که من که میرفتم تا اوجه نه موتر بود نه یک بود چی میرفتیم همی تننا زیر زمین کس. ما گفتم یک وقت مادرم بابی می زیر زمین درایی نه زیر زمین هم شکر در آمدیم کل اگر مترو زیر زمین بود دیگم. می رفتیم تا اوجه جیتون منداختیم و یک جیتون دو جیتون منداختیم تا که می رسیدیم در سرمنزل آمد شاه جان. اوجا هم سریال جور کردیم. سریال خلاص شد. مقصد گشنه و تشنه می رفتیم و گفته اگان تا کسی یک توتنانم بر ما نمی داد یک لقمنانم. گمش کن روزگار خراب تیر کردیم. ما هنرمندا بسیار سرسخت مردم هستیم و مردم ما بازشانه که خدا داده بسیار جد بیرحم هستن. خود سریال آجل دمونجا دمو دفتن با خدا سریال یک خوبش آمده بود. می فهمی که می ما جور کردیم دمو حالتی که ما این همه تو روزا رو تیر کردیم. نه تنها من، کامران بیچاره خود امی انجینیر لطیف کامرمین بود اونا این امی آقای عدد بله عدد بله عدد بله. بیچاره مریض بود اینطور مریض بود که او گردای خود به دست خود میگرفت میامد تمثیل میکرد نویجه. خب بالاخره وقتی که سریال خلاص شد ما خب اینا دیگه ما ماتل اقوزمی ماستیم که کار کده مال اقوزمی ماره بر ما میتر. باور کنین که 1000 روبل بر ما دادن. 1000 روبل ما کرای جیتون داده بودم. کرای رفت آمده. رفت آمد داده بودم. کس بر ما که نمیداد که امیده این کرای. کسی چیره نم کمک نمیکرد. خب از این سر تا او سرم من می رفتم به خاطر سریال. سریال خلاص شد. سریال دستید در اونم خود چی این مردم اقه خریدن که ایچ اندازه نداره. اقه اینا کسی دو چی ثبت کردن که بر بگویم به میلیارد ها. اینا دستی روان کردن پاکستان و نمی فهم اینجا اونجا اونجا سریال گرفته آوردن بردن دستی آمد شاه جان در آلمان آورد و بعد از او سینما ها کرا گرفته شد. اینا خب ما را وعده کردن که بعد از او که سریال چلید یا ایست که چی شد ما بر شما کمک میکنیم. این کمک نشد بر ما. این کمک نشد. فرده جان انواری بر ما این از امریکا تلفون کرد. گفت همیدد سریالتان فوق العاده خوبش بود. بسیار زیاد مردم خوش کردن و چیست چند بر داد مکنیم 1000 جیتون. برامو دختر بان بیچارگت بورا یک صدی ناچل داده بودن یک 100 دلاری ناچل داده بودن برازو. خب ما گفتم که والا اینه قدر بودم این زنوای خود میزنم نگه تو چه قدر ساده و بیقل هستی میفهمی که اینجا هر کدام از اینا چه قدر پیسه چارج کردن. ما گفتم خب هست دیگه ما مردم کلگی ما مرتو گوسپندی هستیم نمیفهمیم فرزن جگره و دعوا و چی ریاد نداریم خود از اینا بیرم هستن. بود که قسمت دوم سریال شد که سیام یه قسمت اکساختن گفت ما سیام هم میسازیم. سیام هم میسازیم. من گفتم من نرفتم راستی قطعا نرفتم خلاص گفتم که من دیگه نمیرم و خاطر که من دیدم شما را که چی کردیم. خود دیدم که آوال سر انجینیر صاحب لطیف تلفون کرد اینا کرد حدیث که انجینیر من رو جور داد. من راستی برش سخت هم گفتم انجینیر از یاد دوستان دارم برش بسیار سخت گفتم که خانم تو هم هنرمند است میتونی که خانم تا رو بر یک رول مره کار کنن. بود که سریال جور کردن گفت ما از چوب هم نفر میسازیم. من گفتم خود درست است پروا نداره بسازین شما چوب. اینا که سریال ساختن با خدا هم چیزی که هنرمندا بود آورده بودن در سریال کلگی رو آورده بودن. قسمت سهم هیچ کسی ندید. این خریده بود ناصر و دختر کاکایش مامایش میشه که اونا قومای ماستن همه
صدرا کلگی که دمی امریکا هست، کلگی از مادر کلان ما نواسای کاکا و نواسای ماما و دگه و دگه و دگهش میشه. اونجا خریده بودن. سریال پس ناصر آورد، فهمیده جان، گفت این سریال کس نمیبینه. گفت کلگی میگه که این شیرینگل چی شد؟ شیرینگل مرد، غرق شد ده و چی شد که به این قسمت نیست. خب بالاخره گفت چند میگیری که من از این سریال تو را هر قدر که میگیری من پیسه میتونم تو بیا. پس خب آمدیم در سریال، من گفتم این گفت یک قسمت برم کار کن، یک قسمت بازونم و قسمت نان کشیدنه که من چی میکنم کار میکنم دیگه خلاص. و قسمت سیوم کار نکنم یک قسمت. امیده جان گفتان با گل گلاب بدل شود. همین قسمت نام کشیدن بسیار جالب است. واقعا بسیار خوب بازی کردین امرای کامران. همین قسمت نام کشیدن را ببینیم؟ بله آب همین را ببینیم. خب پیش از اینکه را ببینیم نان شما بکنم. آه بله خودمو خانه بودیم دیگه. چی یک نان مزدار آمده بود. از این قبرش مولم بشه. این همین سریال را ببینیم باز گپ بزنیم. این رو بوری را بردم حکم. الله نام خدا ارز هم بله سی نفر اینقدر نام ده کم با میفهمی تو از کدام خاندان زن گرفتی؟ یه نه نتیجه از را آستا آستا که دو خانه میمانه است. خب میگم که تو به سرخان پدر را ندیدی آستا نان لالا آقای نام داشته کم وقت چی ندیدی؟ کل دسترخان لالا آقای مسکف خیرات سرش نه تو گفتی از آن تو زن داری که تیار میکنه کلا خانم الله چی ماشکی؟ چی خوب کفتی؟ اخ چی خوب لالا کبابی های؟ اخ گلپی؟ اخ بولانی؟ وی شد قیشان های؟ نشک نان نکو چلش که بیبرکت میشه شیرین گل جان چشکلان گفته چشکلان آخ بازم همه تو بوریان همه تو ککرک آخ شیرین گل جان چاتلک میکنی مالون بار بگه میگه مثل بولانی های سه کنجه گرده برآمده گل شیرینت واره که هم در تندار میچکید باز هم راه ناک چنگک بودم میکشید که تو سخال مغالده میدالت میدم. زغال نبود و کاربون بود. کاربون بله کاربون اونمو کاربون است که تو نمیتو چیری به مرگ ججل داغ سخت آمده کاربون. حمیده جان در قسمت از سریال بود که هوا سرد و هوا گرم هم چیزی بود غسل بود غسل او یخ غسل او یخ کامران سرخش خوی مورد قصه کنیم لالا خب کامران بسیار کارای خراب میکرد در مسکو. خب به خاطر که او جا آمده بود نو این نتاشا را کل اگیره که میدید منی جوپکا و گفته اگوان تا چیا این نمی بود ایج وقت در مابین خانه. خب من اشتباه میکردم سر ازی که این میره و هر طرف میره و ای پس ناپاک میایه. خب ما یک چیره شنیده بودم که میگفتن باید است که آدم ناپاک اگه در خانه بیایه باید است سر خشت استاد شوه و در سر ازی باید اویخ انداخته شوه غسل اویخ که باید پاک شوه. باز اونموز که کامران دیگه جزا هرچی که میگه که ما توبه کردیم هرچی که میگم نه تا که تو در خانه که آمدی پاک نمیشی تا که غسل او یخ مطره نتم هیچ امکان نداره. باز اما غسل او یخ یاد انجینیر صاحب لطیف و خیلی باز او ایر که برده بودیم در زیر نل یه خوب برخواد خودش دستایش هم میلرزید یا و جور کده بود که او شیرگرم و او برابر باز انجینیر اشاره میکرد که چیز تا که گوش و کامران خود سر از این خم ورقت های جان خود بود که چیز باز مره میگفت لکوت چی میکرد که چی که او یخ برش پرتا او گرم باز من او گرم قط میکنم او یخ یه دفعه زیر او خیز میزد چی میکنی؟ تو دیوانستی؟ تو چیستی؟ من نمیکنم
خب بسیار جدم اونجا دیگه جالب بود که هم انجینر صاحب زوف کمره در دستش کمره از پیشش خطا میخورد در دست خنده باز یه و بر خود جور میکرد دیگه اونموی سر راستی کامران بیچاره جزا دید که براستی غسل او یک شد. امیده جان خب شما سال هاست که در سویدن هستین در سویدن هم برنامه داشتین؟ آه در سویدن هم یک دو برنامه یا سه برنامه داشتیم ما که از اینجا رفتیم بسیار مردم بیچارگه کلگی خسته و مردم های بسیار فهمیده و چی در سویدن هستن اینا بر قایم گرفتن که امیده جان باید است که برنامه بر ما حتما یک برنامه دو برنامه چی کنی باز ما میگه به یک دخترها بود یک دو دانه دختر بود بچه ها بود یک بچه خودم بود روز به یکی هم یک بچه ها که دیگر پیدا کردیم در میگه یک دو برنامه بسیار خوبش گرفتیم بسیار جالب هم بود به خاطر این همی اولادایی که فرزن بیرون میرن و خود اینجا دیگر رقم زندگی سیستم زندگی دیگر رقم است باز بسیار خوب و مفتید یک زن ایرانی هم بود دورم کت خود گرفتم دیگه او را اگر نیم من داختم در تلویزیون ولی بخاطر زیم هدم یکیش آستین ندارم آستینم کوتاست دیگه خیر هست بله خیر هست بندازیم بله از اون خاطر او را ننداختم اگر نیم خوب دو برنامه که بسیار زیاد همونطور که در اینجا سب کردیم خب یک سفر هم داشتین در کابل تلویزیون طلوع بکنم دعوت کرده بود یا یک که ما هم رفته بودم برام دعوت کرده آه تصادف شما هم بودین در برنامه شبخن باز هم رفتیم آه خدا ببخش جلالی را آه تو بیچارگت مرد جلالی بسیار جد جگر خود شدیم خدا بیامرزشه تقریبا 1,000,000 نفر ما کردیم در یوتیوب همی برنامه را همی شبخنده که ما شما بودیم شما و ما بودیم اگرچه یک قسمت زیادش ایدت کرده بودن ما شما زیاد مذاق کردیم خنده کردیم همراه آصف جلالی ولی ما نمیفهم بخاطر که زیاد شوخی کرده بودیم و کم کرده بود اما بازم مردم زیاد علاقه پیدا کردن و همی برنامه همی را دیدن در یوتیوب بسیار زیاد مردم راستی که از ما هر جایی که می باشه هر جایی که ما فرزن میرام یا فرزن چی میگه تو با خدا غیر اونمو برنامه تا می یک دفعه چی کن تو بر ما همی جا کار کن من میگم نمیشه او تو بر من نمی آید که ما چی کنم بله اما قسمت یک قسمت از این برنامه شبخنده که ما شما هم رای جلالی بودیم امیر را نبینیم که چی کردیم یادمون نیست میشه امیر را میبینیم میشه این دلپوری ما شما هم بودیم در اوجه یکانه دلپوریم زیاد خوب شما در بود تشکر امیر را میبینیم باز گپ میزنیم بله آم تشکر زنده باشین به احترامتان استاد شدیم ما گفتیم کدام پر سیاتگی نداریم که بسوزانیم بفرمایید سر استاد شدیم که کدام چیز گم نشه از راه بیاییم بشین یک جان سپاس شما شاید او وقت تولد نشده باشین یا بعضی ها تولد شده بود مادرهای شما با ما آشناست و همگیشان خورخونده ایم است مادرهای شما نمیگیم هلی خالیتان برامده قربان یک یک شما زنده باشین تشکر خداوند پر هیچ کدامتان رو نسوزانه چرا اولادای من میترسونی؟ من کی رو پرسوز کردی؟ شیر آقای من دیگه شیر آقای من همون تو پرد جانش نماندی شیر آقای تاله تو چاق شده تو چاق شده که دیگه چندین جلد پیدا کرده از زیر دست شما برآمدنی از زیر
دمو تلفون که گیرش میکنی یعنی کتم چمچه کدم فرقش میزنی تنگ باز خودش چی میکنی برای 24 ساعت بس خب در کشور سویدن زندگی میکنی؟ بله خب چند سال شد؟ والا بسیار زیاد از 19 سال شد تقریبا 19 سال و 18 بله با آقا یوسفی دیر باد میبینین؟ آقا یوسفی خب شما کلگیتان چی باشین که در تلویزیون وقت آقای یوسفی رئیس ما بود اینمی آدم مرددان کل مردم انداخت پرسوز که مرکت اینمی کرد رئیس کمپانی پرسوز همینه امیز کنار کلاساف مردم میکشید بله نی راست میگم این نام خوب گلاب شوریتان ما ماندیم و چراغا را همین نام بوده در این سریال خانم امیده خداوند شما را زنده داشته باشه و خوش و آرام باشین در جوانی ها باز قوی بودین در میاجی صاحب کامران را کمیدم و نمایشنامه خانه کرایی که هست او همی جلنبار کده این همه تو برای حالا مقدس تا میشه تا یوسفی صاحب کشو گیر کنید میدیم با خدا انداخت یعنی از طرف بالا کشو گیر شد با تو با خدا کم کم یک دکه بسیار عالی و خداوند کاکا آصف و آقای جلالی را مغفرت کنم بسیار آدم قریمت بود بسیار نرمانده امیده جان در میه آخر یک سفر به کانادا داشتیم که با حاجی کامران شیر آقا میجا ملاقات کردیم ایچو تو بود کی دعوت کرده بود اسپانسر کی بود نفر آمده بود قصه کنیم که ما بشتیم که چی گفت والا بی سفر ما خواهم امی بچرک کامران راستی بسیار زیاد کوشش کرد بکتاش که باید است که خودتو بابیم حتما یک چی داشته باشیم یک برنامه و تقاضای مردم همچنان بود باز ما رفتیم دیگه رفتیم در بانکت هال میگه اموجا شما خوشایت دیده باشین سالون ازو یک پروگرام داشتیم ولی بسیار خنک بود بسیار برف بود باز هم ما رفتیم برنامه ما بسیار خوب افتید ولی کامران در اونجا بود ما در اینجا بودم در چی بود از اینجا رفتیم مگر از طرف مردم ما بسیار تشویق شده مردم نازنین ما زیاد خوشایند بود و مردم قندول ما در پای استاده شد که قربان پایای از اینا بسیار زیاد خوشایند بود بر ما و همچنان دیدار با مردم خود دیدار با افغانای نازنین خود بسیار افغانای فامیده و نازنین ما در هر سر دنیا داریم مخصوص کانادا راستی بسیار تشویق کردن مردم یک تعداد از دوستدارانتان در پیامایی که به ما روان کردن نشته کردن که سفر شیرینگل با کانادا بسیار خوب بود و از اون طرف حتما زیاد پول آورده و پیسه پیدا کرد. راست میگه دیگه. خودان چند تا خانه خریدیم در سویدن. ای خب به شما هنرمندا شاید به شما معلوم باشه. زندگی ما شما یکیست و شاید به شما بهتر بفهمین. ما هیچ وقت صاحب پول نمیشیم. و کسایی صاحب پول میشه که از راه‌های دیگه پیدا میکنن از راه‌های نامشروع پیدا میکنن ما و شما اونمو غریبه که هستیم اونمو فقیره که هستیم ولی همت داریم غرور داریم خداوند تعالی تا آخر ما و شما را همین قسم داشته باشه و بهترین چیز غرور است آبروس و
اما غروری که داریم کفایت میکنه. بله. و خلاصه دیگه پیسه زیاد نوردیم. ایسی پیسه شما مرا آزار میتین یا تور میتین؟ سر از دیگه تور میتون. تور میتون. شما را کسی تور نتن شما ایساساتی نمیشه. اگر تور میتین خب در اون صورت خدا نخواسته شما هم بیاب میشین. خدا نخواسته بخاطر از این که شما هم ریاست ها را تیر کردین. نه؟ قابل ایفت ما اگر توجه میکرد اگر سر هنرمنده خود در هر صورت که میشد. شما خودتان هم شیشتین در جایتان نخوردین و برای ما هم گفته اگر تا یک چی نکدین که باش که ما اینمه قدر پیسه جمع کردیم یا اینمه قدر پیسه میکنیم این میره سر هنرمنده تقسیم میکنیم که این بیچاره سرمایه های مملکت ماست. راست بگیم. ما وقت خوردن نیاد نداشتیم و شما هم خوردن یاد نداشتین. ما هم میره میگه. راست میگه. بله بله. و ما اینال میرم و خدا در کابل ما میرفتم در بازار بالا میشدم اردم شهید یک دانه انگوشتر خریده نمیتونم تمسونم یعنی هر زن عراق خوش داره. هر زن. ولی تری تری سعی میکردم این همی زنهای چادری دار کمی میامدن این همه تو عراق ها را تا میکردن میخریدن که ما ایران میماندیم دان ما ایلا میماند خدا از همونجا دگر اردم شهید تا میشدیم میگفتیم که خدایا دگر تو از دربار خود بدی به ما همیست که وجدان ما آرام است. بله بله وقتی که شو خواه میکنیم آرام خواه میکنیم میفهمیم که پول کسی را نگرفتیم کسی را آزار ندادیم. خب برسر امیده جان اولادا چی میکنن؟ نام خدا بچه ها کلان شدن خبر دارم که نام خدا سه بچه دارین و بسیار میخواستین که صاحب دختر شوین و نشد و هنوزم میخواین که یک دختر داشته باشین. نه دیگه حال خوب پیشید حال پدر رو بردن از بچه ها قصه کنین نام خدا چند سال هستن چی میکنن امروی شما هستن یکی جای دیگه بچه ها نام خدا بچه های مثل گل وارست دیگه میار کنم بچه نازنین هم هست و بسیار با تربیه بچه های بسیار جد خوب دیگه شکر شش بچه دارم نام خدا شش بچه دارم دختر اونا با امید شرچی که شیشتم نامد دیگه از امی خاطر تعداد بچه ها زیاد شد آخر یک وقت پشت من دیدم که یک توله عسکری قطع کردن آرسی کردن بچه های سه بچه یکیم آرسی کردن دیگه دوتای دیگهش نکردن یکیش خواهیش زن نمی کنن میگه نمی کنم زن حدث که دیده که زن سرشان ظلم کرده در اینجا خود زن ها بسیار ظلم می کنن اکسای تان هم می بینم در فیسبوک تان امروی نواس های نازنین چقدر قند هستن امروی آرسا خوشبخت هستیم آرسای من بسیار دوست دارم مخصوص این همی یک پیشم یک شیشته این همی از مادر من نواسه چیش می شد مامایش هست بسیار زیاد دوست دارم میره به درد میخوره فرزن مریض میشم پیش دکتر دوا امو چی مایی چی میکنه دیگه هم من میخوره بر شما میرسته و غمتان میرسته بله خدا زنده داشته باشتش کنان برنامه هایی ندارین در اواخر حالا قرنطینه هم است یعنی در سردست چیز نداشتین نه والا سردست چیز ندارم این صفیح چایی کتما کس نیست فهمیدی؟ اگر نه یکان پرشگک ها یکان چیز خودم در پیشم نظر میگرده یکی میگرده که این چیز باید است من ایره چی کنم نوشته کنم یا سکیچ کنم از یادم میره من گفتم یک دانه تایپک بخرم که اونمو را دمی یادم که میایه اونمو برنامه اونم پرگرام اونمو سوجه دستی دمو ثبت کنم ثبت کنم باید بیرون بکشم در کاغذ که شبه یکان پرشگک های کومیدی باید تست که داشته باید حالا کدام چیز داری سر در فکرتون هست که مثلا اگر می لحظه در فکر من هست خو نمیگم که باز چی میشه باز مردم یاد میگیره کافی میکنن
در خانه نمیکنم. مگر نه بسیار یک سوژگه که بسیار خوب شد سراجی و ملا. خب. دیگه همی ملا هایی دیگه چی بگویم؟ اینه کرکی هم نمیدی؟ اینه کرکی هم نمیدی. همی ملا هایی بچه باسس. اوه. این مفصل میبینیم. آه بله. اوروز بچه باز مفصل میبینیم. بله. از چی میگن؟ نه اونا ما و شما که اور میگیم. نه اور بیشتی دخترها و اینا رو میگیم. اونا یک چیز دیگه میگن. آیا با غلمان و اور و غلمان میگن؟ آه غلمان. غلمان. غلمان میگن. غلمان آه. راجع به غلمان ها. آه غلمان ها. خب امیره جان فکر میکنم وقت ما به پایان میرسه. اینقدر خوش هستم. قربان شما. اینقدر خوش هستم. که امروز شما گپ میزنم و شاید چقدر امی بیننده هایی که ما شما را میبینن و شما را بعد از سالها میبینن حتما خوش هستن. ما امیدوار هستم که در آینده نزدیک کارهای تازه تون را ببینیم. باز حتما نه کارهای کوچک. دعا کنین که جور بشیم. جور. همیشه من مریض هستم همیشه. نه خداوند شما را همیشه صحتمند داشته باشه. قربان شما. خوش باشین، جور باشین، صحتمند باشین و همیشه خوش و خندان باشین. سلامت باشین صوفی سایه و همچنان شما، همچنان آمنه جان، بچگکتان و اینا کلگی تا دیر وقت، دیر سال شما صحت باشین، جور باشین. دعا میکنم که پس امو برنامه های ما باشه و امو رادیو و تلویزیون باشه، امی صوفی سایه باشه. تشکر. و اگر ما نباشیم حداقل متواضع باشه که مردم در اونجا خوش باشه و امنیت باشه، هر چه باشه و همه مردم آرام باشه. بله وقت هیچ چیز نمیخوایم. پول اگر میخواستیم در وقتش میخواستیم. وقت میخواییم که مردمای فامیده سر کار باشه و مردمای فامیده همیش باشن. بله. که در دوش ما شما دیگه مردم ها باشه، جوانای ما باشه. و گفته اگان تا نه ای که گفته اگان تا قتل و کشتار و فرزن باروت و تفنگ و اینا همگی خدا نابود بسازه اینا را و یک روشنی و یک صلح خداوند بیاره که همگی دور یکی دیگه جمع باشن، قدر یکی دیگه را بفهمن. تشکر امیدر جان قرد برام سلام میرسونین. من دیروز هم برای زوی جان گپ زدم، بچه تا نام خدا بسیار شیرین رسید و خوب و هم سلام میرسونین. زنده باشین، سلامت باشین. و زوی جان بسیار نازنین، بسیار یک آواز مقبول داره، بسیار بچه نازنین است. او همچنون بسیار دیگه به وقت هرچی که میگمش که برو در ما از او کسایی نیستم که ای برو و خدا نخواسته دو بخوره. هرچی که میگم بچیم یک دفعه تو چی که با ای آوازت با ای چیت وقت آمد ولی وار میخونم میگن نی مادر ما هیچ چی خوش ندارم که برام هیچ هیچ علاقه ندارم. باش بیرم رای میلاد خود ما. بله یک جای میسازیم که یک جای همکاری کنن و به نمازن و بخونن. بله اونام از میلاد جان یاد کردن، بسیار تعریف کردن، گفت فیسفی جای بچه شمراش آشنا شدن، بسیار نازنین بچه و بسیار بچه خوب. آه میلاد خواه از پارت ترکی میشتاکتیم در چند ماه اشتان و بچه تان بوده. آه ماما میرم میگم خوبوی خودش یک گنرمند است. بله خب بر خدا حافظ. زنده باشی سفی صاحب، تشکر از شما و تشکر از زنده و سلامت باشی. تشکر که یاد ما کردین، سلامت باشین. خدا حافظ. با مولا خدا. خدا حافظ. خدا حافظ. بیننده های عزیز و نازنین، گفتگوی مرا با امیرجان عبدالله هنرپیشه نامدار سینما، تئاتر و رادیو تلویزیون افغانستان شنیدیم. تا برنامه آینده شما را به خداوند می‌سپارم. خوش و خرم باشید.